با درود خدمت یکایک که بینندگان و شنوندگان و سروران عزیز، ایمان سلیمانی امیری هستم. در روز پنجشنبه 15 تیر ماه برابر با 6 جولای، مصادف امروز با روز 17 ذیحجه، اهمیت نام بردن از این روز قمری به این خاطر است که فردا یعنی 18 ذیحجه برابر است با عید قدیر شیعیان، عیدی که اونها معتقد هستند در این روز جانشینی علی ابن ابی طالب از سوی پیامبر اسلام ابلاغ شده و لذا مشروعیت امامت و خلافت او در این روز رسمیت یافته و لذا آنچه که بعدها رخ داد، یعنی حکومت و خلافت ابوبکر، عمر و عثمان، غصب این حق الهی بوده که خداوند برای علی ابن ابی طالب به رسمیت شناخته. در برنامه امروز بازشناسی باورها نگاهی به این مشروعیت خواهیم داشت. مسئله مشروعیت حکومت ها بسیار مهمه، اینکه ما انسان ها بر اساس چه باوری میپذیریم شخصی بر ما حکومت بکنه، چه اندازه این مشروعیت، این مقبولیت و این حق حکمرانی دارای اصالت، دارای دلیل، قابل دفاعست. و روی این باورها باید ایستاد، یک بار برای همیشه امر حکمرانی و حکومت رو زیر نظر گرفت و ببینیم این مشروعیت‌ها تا چه اندازه صادق یا کاذبن، چه اندازه کارا یا ناکارا هست. امروز به بحث قدیر خم خواهیم پرداخت و در آینده هم بسته به موضوعهای مختلف به مشروعیت‌های متعددی که در درون جامعه ما وجود داره می‌پردازیم، از جمله پادشاهی یا سلطنت، از جمله امامت و حتی نظریه‌ای مبنی بر ولایت فقیه. باید بدون تعصب با ارائه اسناد و مدارک کلام رو مستند و مدلل کرد تا مخاطب احساس نکنه شخصی که بر جایگاه سخن نشسته در صدر تحمیق اوست. امروزه میبینید به اصطلاح کارشناسانی که صحبت از مفاهیم مبتذل میکنن و از نظر اونها دموکراسی مبتذله، سکولاریسم مبتذله، و اونها در صدد احیای یک نوع استبداد جدید هستند. در این موج فکری و تبلیغاتی باید روشن کرد که این مردمی که ما به عنوان ایرانیان از اونها نام میبریم لایق حکومتی شایسته و مبتنی بر خرد جمعی هستند. دیگر دوران این که یک شخصی بگوید چون من بر شما حاکم شدم تبعیت از فرزند من رو بپذیرید به سر آمده. کسی که معتقد باشد مشروعیت من از جانب خدا ابلاغ شده به سر آمده. اگر واقعا به دموکراسی معتقد نیستیم، خب نیاز به تزویر و ریا هم نیست، بگید بله ما مردم رو صغیر میدانیم، فاقد درک و شعور لازم میدانیم، همان گونه که سید علی خامنه ای میگه، همان گونه که نظریه پردازان ولایت فقیه میگه که مردم صغیرن، حضور یک فقیه بر بالای اونها و نظارت بر امر سیاسی مطلوبه. گروه دیگری هم همین رو میگن، حضور یک پیشوا، حضور یک رهبر خاص، یک رهبر فرهمند که ظاهرا عقلش بیشتر از همه جامعه میرسه، او میتواند این حق رو به ارث ببره به عنوان حکم. بنابراین پرداختن به مسئله مشروعیت حاکمان بسیار اهمیت داره، چون ما همیشه در امر سیاسی تاوان ندانم کاری و ندانم انگاری خود رو پس دادیم. در مورد مسئله مشروعیت در درون جامعه شیعه نزاع‌های مختلفی رخ داد. یکی از اون ادله‌ای که شیعیان برای اثبات حق امامت و خلافت علی به کار می‌برند واقعه قدیر خم. البته اونها به موارد دیگری هم استناد میکنن، اما امروز بسته به روز 18 ذیحجه بحث ما بحث قدیر خواهد. در آینده بنابر ضرورت و با
اقتضای اون روز خاص به بقیه مبانی مشروعیت امامت خواهیم پرداخت. روز 18 ذیحجه مصادف است با یک واقعی در تاریخ اسلام که حدود 3 ماه قبل از مرگ پیامبر اسلام رخ داده. شیعیان از دل این واقعه دلیلی برای حق خلافت علی ابن ابی طالب بیرون کشیدند و لذا معتقد هستند مابقی مسلمانان راه به خطا بردند، غصب حق علی را انجام دادند و بنابراین خود را از اون بدنه جامعه اسلامی جدا کرد. امروز به این مسئله خواهیم پرداخت و مشکلات اون رو نشان خواهیم داد. اولین مسئله این است که عجیب است که چرا یک چنین واقعه‌ای که یک حقی است بالای حق مسلمانان، یعنی حق امارت و خلافت برای یک انسان، در قرآن نیامده. شما میدانید قصص زیادی در قرآن هست که فاقد موضوعیت هم هست، احکام زیادی در قرآن هست که بعضا منسوخ شده، داستان ها، تمثیل ها، بخش هایی از ادب و اخلاق اجتماعی که مثلا وقتی با پیامبر صحبت می کنید آرام سخن بگید، وقتی در مسجد می نشینید جا برای دیگران باز کنید. خب اینها موضوعیت نداشت، اما عجیبه که مسئله حق جانشینی پیامبر اسلام در 6236 آیه قرآن نیامد، که اگر می آمد حداقلش این بود که اختلاف نمی شود. یا اگر هم اختلافی رخ میداد، شیعیان این حق رو داشتن که اشاره بکنن بفرمایید این آیه قرآنه و شما برخلاف اون رفتار کردید. از دل وقایع تاریخی ما به مسئله قدیر خم خواهیم پرداخت، چون در قرآن نشانی از این حق علی و فرزندان او وجود نداره. برای شناخت قدیر خم ما نیازمند دانستن یک مقدمه ایم و آن مقدمه این است که در آخرین حج پیامبر اسلام، یعنی 3 ماه قبل از فوت ایشان، تصمیم میگیره به حمله به بخشی از قبایل یمنی. دو گروه به اون سمت اعزام میشن، یکیش فرماندهش خالد ابن ولیده و دیگری علی ابن ابی طالب. پیامبر اسلام اشاره میکنه که اگر این دو گروه به هم رسیدن، حق امیری برای علی ابن ابی طالبه و او فرمانده خواهد. به هر حال سپاه اسلام به یمن میره، به قبایلی حمله میکنه، گروههایی رو اسیر میکنن و در آن زمان بنابر رسمی که وجود داشت، شخص امیر لشکر 1/5 غنایم رو که به عنوان سهم رسول و خدا بوده جدا میذاره و مابقی رو بین لشکریان تقسیم میکنه. ولی علی ابن ابی طالب چنین نکرد، یعنی برخلاف رسم معمول امرای دیگر که به جهادگران غنایم رو میدادن، نداد. شگفت انگیز این است که علی ابن ابی طالب خود با یک کنیز نزدیکی میکنه، یعنی یکی از اون اسرا، بانوان اسیری که در اون جنگ بودن به عنوان برده و کنیز، ایشون اون رو جدا میکنه و با او عمل جنسی انجام میده، عمل نزدیکی انجام میده. و این خشم نیروهای جهادگر رو برمیانگیزه که چگونه است شما سهم ما و حق ما رو در این فتوحات نمیدی، اما خودت با یک کنیزی نزدیکی میکنی. تصمیم میگیرن بریدت ابن حسیب اسلمی رو به نزد پیامبر اسلام بفرستن که شما برو به نزد رسول الله و بگو داستان اینه و یک چنین مشکلی پیش آمده و سپاهیان از این مسئله ناراضی هست. زمانی که این سپاه در یمن هست، پیامبر اسلام مردم مدینه و برخی از گروه های پیرامون خود رو جمع میکنه که برای حج وارد مکه بشه. بریده به نزد رسول الله میاد و به او میگه که داستان از این قراره و علی ابن ابی طالب چنین و چنان کرده. پیامبر اسلام آنجا برای اینکه بتواند دهان مخالفان رو ببنده، و یکی از روش‌های سیاسی ایشان هم همین بود که سعی می‌کرد مانع از تعرض جهادگران به فرماندهان بشه، که ما اینها رو در داستان‌های
متعددی در تاریخ اسلام میبینیم. دفاع او از خالد ابن ولید و گروه های دیگر هم در همین راستاست، با اینکه دست به جنایت های هولناک زده بودند. پیامبر اسلام به بریده میگوید که سهم علی از غنایم بیش از یک کنیزه و برای همین دیگه شما اعتراض نکنید. به هر حال بریده برمیگرده. زمانی که علی متوجه میشه که پیامبر در مکه هست، برای اینکه حج رو در کنار پیامبر اسلام به جا بیاره، سپاهیان رو به دست امیر دیگری میده و اشاره میکنه که من برای رسیدن به مراسم و مناسک حج حرکت میکنم، شما در ادامه مسیر حرکت بکنید و به طرف مکه بیایید. علی خود رو در موسم حج به پیامبر میرسونه، حج رو به جا میاره، کارهای مختلف انجام میشه و وقتی خبر میدن که اون جهادگران در حال رسیدن به مکه هستند، علی برای استقبال از اونها حرکت میکنه که به جهادگران بپیونده. در اینجا متوجه میشه که اون جهادگران بخشهایی از البسه و پوشاکی رو که به عنوان غنیمت گرفتن میپوشن و ایشون ناراحت میشه و به اون امیر و جانشین خودش نهیب میزنه که به چه دلیل دست به چنین کاری زدی. اونا اشاره میکنن که خب ما در حال رسیدن به مکه بودیم، خواستیم یک مقدار لباسهای تمیزتری داشته باشیم، این لباس جهاد و جنگ رو از تنمون در بیاریم، بنابراین من دستور دادم که خب سپاهیان از اون البسه هایی که ما به غنیمت گرفتیم استفاده بکنن، از اون تجهیزات. علی ابن ابی طالب آنجا هم شروع میکنه به خشم گرفتن و از اینکه نه، شما باید اون البسه ها رو پس بدید، همه اینها رو ببرید به محضر رسول خدا، او میداند که چگونه اینها رو تقسیم. دوباره اختلاف شدیدی رخ میده که در درون مکه این رو هم به پیامبر اسلام میرسونه. پیامبر اسلام آنجا هم سکوت میکنه و سعی میکنه داستان رو با یک کت خدا منشی و ریش سفیدی و اون حق اتوریته خودش که رسول خدا هست پایان بده. اما این نزاع کماکان ادامه داشت تا اینکه ایام حج تمام شد. پیامبر اسلام در راه بازگشت هست و باز هم این سر و صداها به گوش میرسید که علی ابن ابی طالب چنین کرد و چنان کرد. ما اگر این مقدمه رو ندانیم، اسباب آمدن واقعه قدیر خم برای ما چندان روشن نخواهد شد. اما وقتی مقدمه نزاع رو بفهمیم، اون وقت میدانیم که آن روایت من کنت مولا فعلیون مولا در چه راستایی است، یا در تبیین اون واقعه میتونه خیلی به ما کمک. به هر حال پیامبر اسلام سعی میکنه در یک منطقه‌ای به نام قدیر خم، که البته قدیر به معنای آبگاه، منطقه‌ای که در اون چاهای آب یا نهرهای آب کوچکی وجود داشت و خم نام یک دره است، در واقع در میان دو کوه حدود 5 کیلومتر از منطقه جحفه منحرف که میشوید به آن منطقه میرسید. یعنی اینکه معتقد هستند قدیر یکی از محل عبور کاروان ها بوده کاملا خطاست، چون علامه امینی در القدیر سعی میکنه تمام مسیرهای راهی که پیامبر اسلام عبور کرده رو ذکر بکنه از مدینه. در موقع آمدن به مکه اصلا در قدیر و یعنی قدیر خم نمیسته، یعنی در مسیر نیست، به منطقه جحفه میرسه و بعد ادامه مسیر میده. اما این در منطقه برگشت هست که ایشان ظاهرا برای استراحت به یک منطقه به نسبت درمانندی که یک آبگاهی هم داره و دقیقا شما اگر از تهران به شمال بروید از این مسیرها میبینید، یه خیابانی که در کنارش خروجی هایی داره و شما میرید در دامنه کوه در جایی و استراحت میکنید برای مدتی. بنابراین این آبگاه خم یک آبگاه کوچکی بود در درون یک دره بسیار کوچک و اساساً این آبگاه کوچک ظرفیتی ندارد که تعداد زیادی از انسان‌ها بتونه اونجا جمع شن. شما نیازمند چاه‌های بسیار زیاد هستید اگر تعداد نفرات زیادی بخوان اونجا زندگی بکنند یا برای مدتی استراحت بکنند. و این نشان می‌دهد آن آمارسازی که بعداً شیعیان انجام دادند که 120 هزار نفر در اونجا جمع بودند فاقد موضوعیته. در کنار این اگر ما به زمان حرکت پیامبر اسلام از مدینه نگاه بکنیم، میبینیم
که عملا حضور چنین افرادی همراه با پیامبر اسلام در مکه و سپس بازگشت ایشان از مکه به مدینه غیر قابل تصوره، به دلیل اینکه خود علامه امینی در همون کتاب القدیر اشاره میکنه زمانی که این مسئله حج رخ داد در ماه ذی‌حجه یک بیماری وبایی هم شایع شده بود، بیماری که طبیعتا انسانهایی رو قادر نمی کرد که بتونن در این مسیر حرکت بود. و اتفاقا حج آن سال بنابر همین قاعده باید با کمترین نفرات انجام بشه، کسانی که بیمارن یا پرستارانی که باید بالا سر یک بیمار باشن. و از طرفی هم با توجه به اینکه مدعی هستند هوا بسیار گرم بود، باز همین نشان می‌دهد که عملا حجاجی که در زمان حج می‌توانستند به مکه بروند باید محدود باشه. لذا اون آمارسازی‌ها با این اوضاع و احوال و قرائن همخوانی نداره. مشکل دیگری که این دیدگاه و مشروعیت دارد این است که خب معمولا یک انسانی که دارای عقل سلیمه، یعنی میداند که چه میکنه، کار درست رو در جای درست انجام میده، حرف درست رو در محل مناسب میزنه، این نشانه عقلانیت یک انسان. در زمان حج بسیاری از حجاج در مکه جمع، یعنی مردم عراق، مردم نجران، مردم یمن، مردم مصر، همه این افراد در زمان حج به مکه میان و مکه محل تجمع همه اون است. چند روزی هم شما برای انجام امر حج اونجا هستید. بنابر نقل‌های تاریخی پیامبر اسلام چندین بار سخنرانی میکنه در منا، در عرفات، به مناسبت‌های مختلف. حتی دو آیه سوم و 67 مائده در همان زمان آمده، بحث کامل کردن دین و مسائلی از این دست که من امروز دین خودم رو برای شما کامل کردم، اسلام رو برای شما برگزیدم، برخی احکام و مناسک و شرایع رو برای مسلمانان توضیح میده. طبیعی است اگر الله یا رسول الله قصدشون ابلاغ خلافت علی ابن ابی طالب بود، بهترین زمان محلی است که شما همه مردم رو در اختیار دارید قبل از اینکه متفرق بشن. حجاج یمن هنوز به یمن نرفتن، حجاج نجران و بحرین و عراق هنوز نرفتن، بنابراین طبیعی است در محل تجمع همه مردم شما باید اون دستور الهی رو ابلاغ بکنید. فقها و متکلمان شیعه وقتی در برابر این پرسش پاسخ متقن و مبینی ندارند اشاره میکنند که بله دستور خدا آمد، اما رسول الله ترسید که او رو ابلاغ بکنه، یعنی جهاد با کفار، جهاد و تضییع حقوق با اهل کتاب، انواع و اقسام این جنگ ها رو آمد و رسول الله نترسید، اما حالا که جامعه مسلمانه همه هم تابع رسول الله هستن ترسید که ابلاغ بکنه، علی جانشینشون است. و بعد ادامه میدن که بله رسول الله زمانی که از مکه بیرون آمد چند روز بعد در قدیر خم جبرئیل به نزد ایشان آمد و اشاره کرد که اگر این رو ابلاغ نکنی دین خودت رو نرساندی، لذا ایشان مجبور شد اونجا ابلاغ. عجیبه که چرا جبرئیل در مکه همین رو نگفت، و یا بعد از ابلاغ این مسئله کسی بر جان پیامبر تعرضی کرد، کسی اعتراضی کرد؟ نه، مسئله برمیگرده به این که دلیلی که برای این خطبه یا این روایت یا این واقعه وجود داره آن چیزی نبوده که از آن درجه از اهمیت برخوردار باشه، که من عرض کردم در قرآن طبیعی است که باید آیه‌ای می آمد. وقتی شما می گویید امامت جزء اصول دینه، تمام اصول دین در قرآن آمده، از توحید، نبوت، معاد، همه اینها در قرآن آمده، اما امامت در کجای قرآن آمده؟
که حق علی باشه. بله، لفظ امامت برای ابراهیم به کار رفته. پس الله میتوانست همین امامت رو برای علی هم به رسمیت بشناسه. یک مسلمان که در برابر سخن خدا اعتراض نمی کرد. بنابراین میبینیم که این تبیین فقها چندان تبیین دقیقی نیست. بنابراین مسئله بر سر این است که چرا این امر در مکه ابلاغ نشد، با اینکه همه شرایط فراهم بود که بیشترین مسلمانان از اون مطلع بشن. اما عرض کردیم غدیر خم یک آبگاهی در یک دره است فرعی و تعداد نفراتی که میتوانند در آنجا جمع شوند نمیتواند به اندازه‌ای باشد که 100,000 نفر یا گروه کثیری از مردم در آنجا تجمع بکنند. به همین دلیل نقل‌های تاریخی در مورد تعداد کسانی که در آن آبگاه یا در آن دره بودند بسیار متغیره، از ابن شهرآشوب که اون رو 1300 نفر میدونه تا علامه امینی و دیگران که اون رو نزدیک به 120,000 نفر میدونه. بنابراین بسیار مهمه که ما در نظر بگیریم آنچه که تبیین صحیح این مطالب میتونه برای ما به دست بده آن چیزی نیست که در این کتاب ها آمده و هر کدامشون سعی میکنن اون وقایع رو برجسته بکنن. لذا من برمیگردم به این که طبق برخی از اسناد و مدارک نشان بدیم که بعد از حتی داستان غدیر خم مسئله به این سادگی ها نبوده، بلکه ظاهرا جامعه اسلامی از همان واقعه غدیر خم هیچگاه برداشت خلافت علی نداشته. بارها هم شما دیدید رسول الله القاب به عناوین متعددی به یاران خودش میداد. مثلا معتقد بود زبیر حواری من، هر پیامبری حواری دارد و حواری من زبیر بن عوام، یا طلحه رو شهید زنده می دانست بعدها به او لقب طلحه الخیر دادند، یا معروف است که به عمر لقب فاروق دادند، به ابوبکر لقب صدیق دادند و انواع و اقسام این القاب و عناوین که از دل اونها فقط مودت و دوستی و احترام بیرون میاد، نه حق خلافت برای کسی. ضمن اینکه طبیعی است وقتی پیامبر اسلام این حق امامت و خلافت رو برای یک نفر تعیین کنه، در اون 3 ماه آخر هم سعی بکنه به همان طریق رفتار بکنه، یعنی سنت خودش رو به نحوی جاری بکنه که مردم متوجه بشن که بله، مقصود پیامبر اسلام از این حدیث یا این واقعه این است که علی جانشین منه. نخستین مسئله و مشکلی که ایجاد می شود این است که کلمه مولا همان گونه که علامه امینی اشاره کرده 27 معنا داره که بخشی از اون معانی به بیشتر به علی میخوره، مثل پسر عمو، مثل برادر، مثل دوست، البته در درون اون داماد و خیلی چیزهای دیگر و کلمات دیگر هست. خب عقل سلیم به ما اشاره میکنه چگونه شما از کلمه ای استفاده می کنید که معانی متعددی به ذهن متبادر می کنه، در حالی که شما لفظ امام رو دارید، لفظ خلیفه رو دارید، در قرآن هم دارید و برای عرب کاملا شناخته شده بود که خلیفه به معنای جانشین یک شخص برای امور اجتماعی سیاسی است، همون گونه که وصی یعنی کسی که بتواند وصیت ها و امور مالی و خانوادگی یک شخص رو اداره بکنه، یا امام بودن یک معنایی به ذهن متبادر میکرد. کلمه ولی و مولا هم از این راستاست، یعنی کلمه ایست که هم در اون میشه امامت، خلافت و حکومت بیرون آورد، هم میتوان معانی دیگر از اون بیرون آورد که اتفاقا در میان اعراب خیلی مصطلح‌تر بود. مسئله بعدی زمانی است که پیامبر اسلام در روزهای آخر زندگی خود بیماره، قادر به گزاردن نماز نیست و بنابر نقل منابع تاریخی نزدیک به 17 بار ابوبکر جای پیامبر اسلام نماز خواند. خب طبیعی بود شما بتوانید علی ابن ابی طالب رو معرفی بکنید به عنوان امام شما در نماز، همان مسئله‌ای که در سقیفه رخ داد،
یعنی جایی که بین انصار و مهاجران نزاعی رخ داد که چه کسی باید خلیفه باشد، عمر به همین نماز گزاردن ابوبکر استناد کرد. گفت رسول الله تو را در مورد نماز پیش نماز ما قرار داد، یعنی در امر دنیایی، در امر دینی، حالا ما چگونه تو را در امر دنیایی بر رأس کار نگذاریم؟ بنابراین امام جماعت بودن نشانه برجستگی و فضیلت بود. خب طبیعی بود رسول الله اجازه بده علی نماز بخونه به جای او. در روزهای پایانی زندگی پیامبر اسلام ایشان لشکری رو آماده میکنه و فرماندهی اون لشکر رو هم به اسامه بن زید میده، یعنی حتی در امر جهاد هم باز علی رو کنار قرار میده. همین امارت اسامه بن زید سبب شده بود که عمر بعدها به او میگفت امیرالمؤمنین، چون در آخرین روزها رسول الله تو رو امیر ما کرد به عنوان امیر جهادگران. ولی خب شما میبینید پیامبر اسلام نه در امر نماز نه در امر جهاد هیچ کدام علی رو به عنوان امیر منصوب نمی‌کنه. دیگر مسئله بسیار مهم این است که وقتی پیامبر اسلام بیماره میخواد وصیتی انجام بده. طبیعی است اگر ایشان علی رو به عنوان جانشین انتخاب کرده، خب حق داره وصایت رو هم به او انجام بده. ولی منابع تاریخی گزارش میدن که ایشان پیشنهاد وصایت رو اول به عباس میده و نه به علی، و این عجیبه. و وقتی عباس نمیپذیره، علی میپذیره که وصی او باشه. ببینیم در اعلام الورا طبرسی چه آورده. ایشان اشاره میکنه، حالا من این متن رو میخوانم که امیدوارم دوستان و بینندگان عزیز متوجه باشند که ظاهرا این قرائن نشان میدهد که اصلا وصایت علی هم از گذشته، چون بسیاری از شیعیان معتقد هستند در حدیث دار پیامبر علی رو وصی خودش قرار داد. خب اگر قرار داد، دیگر نیاز نیست که در روزهای پایانی ایشان بخواد دوباره این وصایت رو پیش بکشه. طبرسی از بزرگترین مورخان و مفسران شیعی اشاره میکنه، آنان یعنی علی و عباس در خدمت حضرت رسول حاضر شدند و پس از استقرار در مجلس پیغمبر، پیغمبر فرمود ای عباس و ای عم رسول خدا، اکنون وصیت مرا قبول کن و وعده هایم را انجام ده و دیون مرا ادا نما. عباس عرض کرد یا رسول الله، عمویت اینک پیرمرد است و دارای زن و فرزند زیادی می باشد و شما در سخاوت مانند نداری و من هرگز قدرت ندارم وعده های شما را انجام دهم. در این هنگام پیغمبر روی مبارک خود را به طرف علی علیه السلام کرد و فرمود ای برادر، تو وصیت مرا قبول می کنی و وعده های مرا انجام می دهی و دیون مرا ادا می سازی؟ علی علیه السلام عرض کرد یا رسول الله، من اینک حاضرم وصیت های شما را قبول کنم. فرمود اینک نزد ما بیا. امیر المؤمنین نزدیک رفتند، پیغمبر او را به سینه خود چسبانید و انگشتر خود را از دست بیرون کرد. این انگشتر همون انگشتری است که معروف بود که خلفای اسلامی در دستان خودشون میذاشتن در زمان عثمان در یک چای افتاد و به امیرالمومنین داد و فرمود انگشتر را در دست خود قرار دهید و شمشیر و زره خود را نیز به آن جناب بخشید. در صفحه 204. بنابراین میبینیم که ظاهرا مسئله وصایت تا اون آخرین روزها حل نشده. ما مورد دیگری که خود شیعیان به اون اذعان دارن این است که در پنج شنبه‌ای رسول خدا در حالی که بیمار بود قلم و دوات خواست، گفت برید برای من یک قلم و دوات بیارید، من چیزی بنویسم که گمراه نشید. و ظاهرا در اون مجلس عمر ابن خطاب اشاره میکند که رسول الله در حال هذیان‌گویی است و ایشون چون بیماره نمیدونه که چی داره میگه. بنابراین مجلس به هم خورد و پیامبر اسلام نتوانست اون مطلبی رو که میخواست بنویسه تا مسلمانان گمراه نشوند رو بنویسه. اما مسئله بر سر این است که شیعیان معتقدند که قصد رسول الله این بوده که به ولایت و خلافت علی تصریح بکنه،
سوال این، اگر ایشان در قدیر خم این مسئله رو تصریح کرد، دیگه چه نیازی هست که قلم و دواتی بگیره و دوباره اون رو بنویسه، آن هم در اون آخرین روزها؟ دومین مشکل اینه که بنابر نقل خود شیعیان این واقعه رخ داد در روز پنجشنبه، اما پیامبر اسلام در روز دوشنبه فوت میکنه، یعنی 4-5 روز هم فرصت داشته که دوباره اون رو بنویسه. و با توجه به اینکه خودتون اذعان دارید که اگر ننویسم شما گمراه میشوید، آیا پیامبر اسلام این امر رو مقبول گذاشته؟ یعنی خواستار گمراهی مسلمانان بوده؟ پس بنابراین این همه زد و خوردهایی که در جهان شیعه و سنی رخ داد بین گروه‌های مختلف در باب امامت، بخشش تقصیر و قصور پیامبر اسلامه. ایشان 3-4 روز هم فرصت داشته که بتونه این کار رو انجام بده ولی نداد. مورد دیگر که باز هم اون مسئله قدیر خم رو از بین میبره، به عنوان بحث امامت و خلافت، چون واقعی قدیر خم بنابر نقل‌های تاریخی متفق است بین شیعه و سنی، اما برداشت از اون متفاوته. یعنی اهل تسنن منکر این داستان نیستن، اما منکر این مسئله هستن که بحث ولایت یا اون کلمه مولا افاده خلافت بکنه. میگن نه خیر، این به معنی دوستی است، چون دشمنی ها ایجاد شد. پیامبر اسلام اشاره کرد که هر کسی من رو دوست داره، علی رو هم باید دوست بداره، دشمن نباشید با هم، به خاطر مسائل غنائم و از این نکاتی که عرض کردم گفتم. بنابراین افاده خلافت نمی کنه. اما شیعیان معتقدن نه خیر، این موضوع مسئله است مربوط به خلافت و امامت و ربطی فقط به این که من رو دوست داره نیست. نکته دیگری که باز هم منابع شیعه و سنی آوردن این است که در آخرین لحظات زندگی پیامبر اسلام، عباس که خب عموی پیامبر بود و از نظر سنی از علی بزرگتره، به علی پیشنهاد میکنه که بیا به نزد پیامبر اسلام بریم، در اونجا تکلیف خودمون رو معلوم کنیم که آیا خلافت حق ماست، به ما میرسه، یا نخیر متعلق به همه جامعه اسلامی است. در آنجا ظاهرا علی به عباس میگوید که نه، اگر ما به نزد پیامبر برویم و او این حق رو به ما ندهد، دیگر هیچ وقت این حق رو به ما نخواهند داد. بنابراین از جنبه سلبی نتوانیم به ضرر خودمون رفتار بکنیم. با توجه به اینکه ما خب از خاندان رسالت هستیم و اینا، مطمئنا مردم به ما اقبالی دارن، ولی اگر رسول الله بگه نه خیر، ما متعلق به شما نیست، دیگر به ما نخواهند. مسئله بر این است که اگر عباس عموی پیامبر میدانست که در قدیر خم پیامبر علی رو انتخاب کرده، خب طبیعی بود، نیازی اصلا به طرح این پرسش نبود. و از آن طرف هم پاسخ علی میتونست روشن باشه که عمو جان، مگر در قدیر خم من رو انتخاب نکردی؟ دیگر بحث رفتن به نزد رسول الله دیگه موضوعیت نداره. جالب این هست که بعدها وقتی علی به دنبال جمع کردن یارانی است که این حق خود رو یادآوری بکنه، میبینیم نه عباس نه دیگر بنی هاشمیان به این مسئله اذعان میکنن. یعنی در درون اون جریان سقیفه بنی ساعده که هر گروهی متعلق خودش رو به عنوان خلیفه میخواد معرفی بکنه، یعنی انصار میگن آقا این تعلق به ما داره، مهاجران میگن نخیر خلافت حق ماست، طبیعی بود که بنی هاشم هم وارد بشن و بگن نخیر این خلافت حق علیه که در قدیر خون به رسمیت شناخته شده. در حالی که شما میبینید هیچ کدام از این گروه ها داد سخن نمیدن و چهرهای شاخص اونها مثل عباس عموی پیامبر یکی از اونهاست که میتونه وارد بشه، اما میبینید نمیشه. حتی یکی از پسران ابولهب، یعنی عتبه ابن عباس ابن عتبه که از شعرای بنی هاشم بود، شعری داره در مذمت ابوبکر که خلافت حق شما نیست. ما در آن طرفش اشاره نمیکنه که خلافت حق علی بوده در قدیر خم، بلکه صحبت اینها این است که خلافت حق خاندان بنی هاشمه، چون رسول الله جز ما بود، به شکل میراث این حق باید به ما برسه. نکته بسیار مهم این است که در آن مسائل مختلف کلامی که در اون جامعه داره رخ میده،
خلافت ابوبکر بی درد سر پذیرفته نشد. یعنی گروهی از انصار، یعنی اهل مدینه که عمدتا از دو قبیله اوس و خزرج بودن، اونا هم حقی برای خودشون قائل بودن، به این عنوان که ما اسلام رو گرم کردیم، ما اسلام رو پا دادیم، پرورش دادیم، وگرنه مردم مکه که پیامبر رو بیرون کرده بودن، ما او رو پذیرفتیم، براش جنگیدیم، شمشیر زدیم، بنابراین بخشی از خلافت حق ماست و شما حق ندارید این خلافت رو از ما بگردانید. در آن میانه افرادی مثل سعد ابن عباده، بشیر ابن سعد و افراد دیگر هیچ کدام استناد نمی کنن. وقتی عمر صحبت از ابوبکر می کنه، اونها اشاره بکنن که نخیر، خلافت حق علی است. این مسئله بسیار مهمی است که ظاهرا انصار هم مسئله قدیر خم رو حمله بر ولایت نکرد. در این میانه وقتی بحث انصار مطرح میشه، یکی دو سند رو ارائه می کنیم که بسیار جالبه در این که چرا انصار اساساً یک چنین وضعیتی رو به رسمیت نمی شناختن. اونهایی که تقریباً بیطرف بودن در نزاع میان ابوبکر و علی، و اتفاقاً اگر می خواستن طرف یکی از این دو رو بگیرن، طرف علی رو می گرفتن، به دلیل اینکه علی جزء نوادگان عبدالمطلبه و عبدالمطلب از نظر مادری به بنی نجار میخوره که از خزرجیان و اهل مدینه است، زمانی که هاشم با اونها ازدواج میکنه. به همین دلیل پیامبر اسلام بنی نجار رو داییان خودش میدونست که اینا دایی های من هست، و یکی از اسباب نشر اسلام در مدینه هم همین بود که پیامبر اسلام توانسته بود ارتباطاتی با اونها برقرار بکنه. حتی نقله که مادر پیامبر اسلام در راه بازگشت از مدینه به مکه فوت میکنه و در میانه های راه دفن میشه. پس اگر انصار میخواستن وارد این نزاع سیاسی بشن، طبیعی بود که در حالت عادی طرف علی رو بگیرن، نه طرف ابوبکر. و اگر هم واقعه قدیر خم حمله بر خلافت بود که به طریق اولا خودشون رو موظف می دیدن که در اجرای امر رسول مشارکت کرد. ببینیم منابع چه میگن. اولین مسئله ای که بخوام عرض کنم از کتاب اسرار آل محمد سلیم ابن قیس هلالی است. در اینکه این کتاب چه اندازه اصالت دارد یا ندارد فعلا محل بحث ما نیست، اما کتابی است که بسیاری از اندیشه های کلامی شیعه، اندیشه های کلامی به این معناست که عده‌ای سعی میکنن برای برخی از ادعاهای مذهبی یا دینی خودشون دلائل عقلایی بیارن. این کار متکلمانه، یعنی اونا سعی میکنن برای امامت دلیل بتراشن، قواعد لطف گرفته تا بقیه مسائل. کار متکلمانه یعنی همین. در جهان تشیع و تسنن متکلمان بزرگی وجود داره که اینها سعی میکنن هر کدام در برابر ادله طرف مقابل خودش دلایل خودش رو اقامه بکنه، از دل منابع تاریخی، روایی، تفسیری شواهدی برای درستی اعتقاد خودش و نادرستی اعتقاد طرف مقابل ذکر بکنه. بخشهایی از این نزاع‌های کلامی رو ابن ابوالحدید در شرح 20 جلدی خودش در نهج البلاغه آورد که من حالا نمونه‌ای از اون رو خواهم دید. خب ببینیم سلیم ابن قیس هلالی در اسرار آل محمد چه میگه. ایشان اشاره میکنه که سلمان میگوید، یعنی سلمان فارسی، یکی از افرادی که بعد از فوت پیامبر معتقد بود خلافت باید به علی برسه. ظاهرا هم خب سلمان با توجه به اون اندیشه های غیر عربی که داشت، احساس میکرد که همان گونه که در سنت های ایرانی، رومی و دیگر سرزمین ها هست، بعد از فوت یک شخص به عنوان خلیفه یا پادشاه، طبیعی است که فرزندان او یا اقوام نزدیک او در اولویت باشه. ببینیم سلمان چه میگه از نظر آقای سلیم ابن قیس هلالی. میگوید، سلمان میگوید وقتی شب شد، علی حضرت زهرا را سوار بر حماری نمود، این سوار بر یک الاغی کرد و حرکت، و دست دو پسرش امام حسن و امام حسین را گرفت
و هیچ یک از اهل بدر از مهاجرین و انصار را باقی نگذاشت مگر آنکه به خانه هایشان آمد و حق خود را بر ایشان یادآور شد و آنان را برای یاری خیش فرا خواند، ولی جز 44 نفر کسی از آنان دعوت او را قبول نکرد. ظاهرا همین مسئله آوردن فاطمه و حسن و حسین خودش نشان میده که بحث میراثه. یعنی ببینید، ما همه اهل بیت محمدی، وگر اگه بحث قدیر خم بود، ایشون باید 4 نفر از اون آدمایی که تو اونجا شاهد جریان بودن، بالغ بودن، دارای وجاهت بودن رو میگرفت میبرد، مثلا افرادی رو، یا عباس عموی پیامبر یا افراد دیگر، که ببینید آقا ما در قدیر خم پیامبر اسلام ما رو برگزیده، اینا هم شاهد آدمای عاقل و بالغ و دارای وجاهت. روند کار به این نه، ولی وقتی شما دست فرزند تو، همسرت رو میبری، یعنی میخوای بگی آقا ببینید این دختر پیامبره، من به واسطه این خانوم با ایشون نسبت دامادی دارم. حسن و حسین هم فرزندان رسول الله هستن. در واقع سبک بردن این افراد نشان میده که ایشون به مسئله میراث اهمیت داده، که ما بعدا در نهج البلاغه بارها این تعبیر رو به کار میبره که میراث من رو بردن، نمیگه حق الهی من رو بردن، میگه میراث من. خب ادامه میده سلمان: حضرت به آنان دستور داد هنگام صبح با سرهای تراشیده در حالی که اسلحه هایشان را به همراه دارند بیایند و با او بیعت کنند که تا سرحد مرگ استوار بمانند. وقتی صبح شد، جز 4 نفر کسی از آنان نزد او نیامد. بعد ادامه میده سلیم، میگه به سلمان گفتم 4 نفر چه کسانی بودند؟ گفت من، یعنی سلمان، و ابوذر و مقداد و زبیر ابن عوام. در صفحه 234 نرس کردم در بحث کلامی میان متکلمان، ابن عبدالحدید مسائل مختلفی از همین اندیشه های کلامی در باب امامت رو آورده و به مسائل مختلف پرداخته. یکی از مواردی که ابن عبدالحدید اشاره میکنه در جلد دوم صفحه 53 نامه ایست که معاویه به علی مینویسه و میخواد به او اشاره بکنه که تو ادعایی رو میکنی که این ادعای تو رو کسی به رسمیت نمیشناسه و این فقط ادعای خودته. و اون بحث میراث بود که علی ادعا میکرد من جانشین رسول الله هستم، چون رسول الله از خاندان ما بوده، من هم داماد او هستم و قص علی هذا. حالا ببینیم معاویه چه میگه و ابن عبدالحدید چه آورد. میگه و بخشی از نامه مشهور معاویه به علی علیه السلام است و دیروز را به یادت می آورم که انگامی که با ابوبکر بیعت شد، خانه نشینت را شبانه بر حمار حمل کردی. مطابق هست با اون چیزی که سلیم ابن قیس هلالی داره میگه، میگه فاطمه رو سوار در واقع الاغی کردی و حرکت کردی، در حالی که دستانت در دست دو پسرت حسن و حسین بود، پس هیچ یک از اهل بدر و دارای سابقه را وا نگذاشتی مگر آنکه به سوی خود خواندی و به همراه همسرت به سویشان رفتی و دو پسرت را به دنبال آنها فرستادی و از آنها علیه هم صحبت رسول خدا یاری جستی. منظورش بوبکر. اما جز 4 یا 5 نفر از آنها تو را اجابت نکرد و به جانم سوگند اگر محق بودی تو را اجابت می کردن، ولی ادعای باطلی کردی و آنچه نمی شناختند گفتی و آهنگ آنچه را به دست نمی آید کردی و چه بسیار که فراموش کردم، ولی سخنت را به ابو سفیان فراموش نمی کنم آن زمان که تو را تحریک و تهییج کرد. اگر از ایشان 40 نفر دارای عزم و اراده می یافتم، در مقابل این گروه می ایستادم. پس روزگار مسلمانان از دست تو یکی نبود و نه ستم تو به خلفا جدید و تازه است. در واقع معاویه اینجا داره اشاره میکنه که تو آمدی و یک حقی رو مطالبه کردی که در جهان اسلام در آن زمان در مکه و مدینه کسی رو نمیشناخت. و خب این نشان میده اگر واقع قدیر خم
یک مسئله بود که بر روی اون مسلمانان اتفاق نظر داشتند که مقصود جانشینی پیامبر هست، خب طبیعی بود، اختلافی رخ نمیداد و افراد اون رو میپذیرفتند. در کنار این ما با اسناد دیگری مواجه هستیم، جایی که به مسئله حق خلافت علی از باب میراث توجه میشه نه از باب قدیر خم. یکی از اونها مسئله است که آقای رسول جعفریان آورده. ایشان در کتاب تاریخ خلفا در صفحه 222 این گونه می نویسه، طبق بخشی از خطبه 144 نهج البلاغه: امام در این جملات و نامه‌ای که پیش از این آمد نوعی وراثت انبیایی برای انتقال حق امامت و رهبری مطرح می کند. یعنی خود آقای جعفریان هم حالا به نوعی با توجه به خطبه های نهج البلاغه می پذیره که ادعای علی قدیر خم نیست، یک نوع وراثتی است که چون من در این خانواده هستم و نزدیک به رسول الله، این وراثت به من این حق رو میده که بعد از او جانشین باشه. در صفحه 222 آقای مکارم شیرازی هم در خطبه های متعددی در نهج البلاغه به این مسئله اشاره میکنه، چون ایشون هم یک شرح نهج البلاغه داره، آقای ناصر مکارم شیرازی در بخشی از خطبه 162 یکی سوال میکنه از علی ابن ابی طالب که چرا خلافت رو به شما ندادن، دلیلش چیه؟ ایشان میگه: اما این که بعضی این مقام را از ما گرفتند و در انحصار خود درآوردند، در حالی که ما از نظر نسب بالاتر و از جهت رابطه با رسول خدا پیوندمان محکمتر است، بدین جهت بود که، حالا ادامه میده. پس ببینید علی هم وقتی ازش سوال میپرسن که آقا شما که نزدیک به رسول الله بودید، در حال پیوند خانوادگی عشیره‌ای قبیله‌ای داشتید، چرا به شما ندادن؟ بازیشون استناد نمیکنه به قدیر خم، میگه بله، داستان از این قرار بود که عده‌ای جمع شدن و نخواستن نبوت و امامت در درون یک خاندان باشه و نزاع اونها با ما از این روی هست. خب دوباره در نامه 36 نهج البلاغه علی زمانی که به برادرش عقیل داره نامه می نویسه از بد روزگار و گله میکنه از قریش، باز هم به مسئله قدیر خم اشاره نمیکنه، در حالی که عقیل خب برادر بزرگ علیه. یعنی اگر به هر حال حادثه قدیر خم نشان دهنده حق خلافت علی بود، خب علی باید به راحتی به عقیل میگفت برادر مگه ندیدی در روز قدیر خم پیامبر من رو برگزید ولی اونها قبول نکردن؟ حالا شو چی میگه در نامه 36 به برادرش عقیل: خدا قریش را به کیفر اعمالشان برساند، آنها پیوند خیشاوندی را با من بریدند و خلافت فرزند مادرم، منظورش پیامبر اسلامه که خب در دوران کودکی مادر علی یعنی فاطمه بنت اسد سعی کرده بود خب به حال نقش مادری برای او داشته باشه و علی هم اشاره میکنه خلافت فرزند مادرم را از من سلب کردند. پس اینجا هم بحث حق خیشاوندی است، نه بحث قدیر قوم که بسیاری از این شیعیان مدعی هستند. یکی دیگر از داستانهایی که مورد پرسش واقع شده بود این ادعا بود که طرفداران ابوبکر و عمر میگفتن آقا ابوبکر همنشینه پیامبره، از جزء پیشگامان اسلامه، به هر حال این حق برای او هست و شما نباید در مورد خلافت به بیشی از این صحبت بکنید و یا حالا ادعاهایی مطرح بکنید. باز هم علی در اینجا وقتی میخواد جواب بده هیچ صحبتی از قدیر خم نمی کنه، بلکه در کنار همنشینی یه مسئله رو اضافه می کنه. در گفتار 190 ایشان میگه: عجبا، آیا خلافت با همنشینی پیامبر حاصل می شود ولی با همنشینی و خیشاوندی حاصل نمی گردد؟ یعنی احتجاج علی اینجا اینه که میگه خب شما که میگید ابوبکر همنشین رسول الله بوده، خب منم که همنشینش بودم، اما من یه فضیلت دیگری دارم که ابوبکر نداره و اون خیشاوندیه. خب حالا ما میدونیم اینجا علی اشتباه میکنه، چون ابوبکر هم خیشاوند محمده، یعنی پدر همسر اوست، پدر زن محمده،
درست علی هم داماد اوه، اما علی معتقد من پسر عموی او هستم و ابوبکر خب از بنی تیمه، از بنی هاشم نیست. بنابراین طبیعی است که من این حق خیشاوندی رو هم در کنار همنشینی دارم. خب اگر علی علاوه بر همنشینی حق خیشاوندی مسئله قدیر خم رو هم داشت، خب طبیعی بود که او رو هم به عنوان احتجاج و جز ادلش مطرح کنه، ولی ما ببینیم این کار رو هم نیم. مقصود این است که بسیاری از این مشروعیت هایی که در فرقه های مختلف سیاسی ساخته میشه گاهی از مبانی بسیار سست بهره مندن و بعد این رو تبدیل میکنن ایدئولوگ های یک فرقه یا یک گروه مذهبی و سیاسی به یک امر دینی و مقدس. اونجاست که دیگه جای امر و نهی کردن و چون و چرا کردن و بررسی کردن مقدور نیست. یک امری به عنوان مسئله سیاسی مقدس شد، دیگه کسی یارای نقد بر حادثه قدیر خم رو نداره، نقد بر مشروعیت علی رو نداره. حالا این نوع نقد بر مشروعیت علی یک نوع نقد تئوریکه، نقد عملی هم وجود داره که حالا ما اینها رو در آینده اگر فرصتی بشه بررسی خواهیم کرد. بنابراین با توجه به محدودیت زمانی من سعی کردم نکاتی رو عرض کنم. شرح مفصل این مطالب رو من در برنامه علی کیست و چگونه زیست که تا الان نزدیک به 24 جلسه رو ارائه کردیم در کانال یوتیوب خودمون قرار دادیم که اونجا با شرح مفصلی از مسئله قدیر خم نشان دادیم که چرا این وقایع نزد آن زمان و نزد مردم آن زمان مقبولیت و مشروعیت نداشت، بلکه توسط متکلمان شیعه ساخته شد تا از دل اون خلافت و امامت علی و فرزندان اون رو بیرون بکشن. امیدواریم با بازشناسی این باورها نشان بدهیم تا چه اندازه ما بر روی مشروعیت‌های کاذب سرمایه‌گذاری کردیم و کشور و مسائل امر سیاسی خودمون رو در اختیار افراد مختلف قرار دادیم. سپاسگزارم از تلویزیون پارس و یکایک که شما عزیزان. تا برنامه دیگر که در خدمت شما باشم، بدرود و موفق باشید.